دروت بر شما دوستان گرامی، آراد هستم از انگلیش فور پرژنز. امروز این درس رو به سفارش یکی از دوستان به نام واژما، اگر نامشون رو درست تلفظ کرده باشم، درست میکنم. ایشون درسی رو خواسته بودن در رابطه با فعل‌های separable و inseparable. در واقع در رابطه چی بود میخوایم صحبت کنیم؟ در رابطه با phrasal verbs. Phrasal verbs که پیش از این درس‌هایی رو براشون داشتیم، یه سری یه درس داشتم برای phrasal verb، phrasal verb with go, look، نمیدونم get و اینها. حالا روی آی اگر کلیک کنید، کدوم بر میشه؟ این بر روی آی اگر کلیک کنید، و اگر که توی دیسکریپشن توی یوتیوب دارم میگم، آی که روی یوتیوب هست و توی دیسکریپشن زیر ویدیو توی باکس دیسکریپشن اگر نگاه کنید، لینک این ویدیوها هست، میتونید اون درس های phrasal verb رو ببینید. phrasal verb یه فعله، همونجور که از اسمش مشخصه، فعله که داره دو قسمته، فعل های دو قسمتی، یه فعل و یک حرف اضافه. بعضی وقتا بهش میگیم فعل چیز، بهش میگیم preposition، گاهی وقتا بهش میگیم particle. حالا چه بهش بگیم particle، چه بهش بگیم preposition فرقی نمیکنه. ما verb رو داریم و preposition، verb رو داریم و particle. دو قسمت هست، مثلا چی؟ look after، look رو داریم و after. look اون قسمت اصلی phrasal verb هست و after قسمت preposition یا particleش هست که بهش چسبیده. حالا این فعل، فعل مثلا look after یا put on یا مثلا give back، اینها فعل دو قسمتی، بعضی هاشون رو میشه از همدیگه جدا کرد و در وسط object رو گذاشت. اوکی، بعضی هاشون نه، ما نمیتونیم اینها رو از همدیگه جدا کنیم. خب اولین موردی که هست ما باید دقت داشته باشیم این هستش که فعل ما ترانزیتیو هست یا اینترانزیتیو. ترانزیتیو و اینترانزیتیو رو هم یه درس براش داشتم و اون رو هم توضیح دادم. فعل های ترانزیتیو فعل هایی هستند که نیاز به مفعول دارند و ما باید یه مفعول رو داشته باشیم و این کاری که ما میگیم باید روی یک چیزی صورت بگیره. مثلا من میگم I gave back، بعد gave back پس دادم. چی رو پس دادم؟ جمله من وقت اگه بگم I gave back، اون شنونده من منتظر میمونه چی شد؟ خب چی؟ یعنی نمیاد تو حرفم، منتظر تا من جمله رو تمام کنم، چون من جمله رو نصفه رها کردم. این جمله چون فعلش transitive هست نیاز به یک مفعول داره. من باید بگم اون کتاب رو پس دادم، من باید بگم اون فیلم رو پس دادم، من باید بگم اون مدرک رو پس دادم، هر چیزی باید یک مفعولی رو داشته باشه. پس فعل‌هایی که جدا شدنی هستن اونهایی هستن که مفعول اول دارن، اما اونهایی که اینترانزیتیو هم اوتوماتیکلی اینا اینسپرابل هن، یعنی جدا نمیشن چون مفعولی وجود نداره که بیاد این وسط قرار بگیره. مثل چی؟ مثلا مردن، دای. اوکی، مثلا میگیم شی داید، او مرد، نمیگیم چه چیزی را مرد، چه کسی را مرد، جمله تمامه، جمله احتیاج به مفعول نداره. اوکی، وقتی میگیم شی داید خودشی مفعوله، همون قضیه هستش. و وقتی که حالا دای دو قسمتی نیست، اما پاس اوی دو قسمتیه، پاس اوی، وقتی میگیم شی پاس اوی، پاس اوی هم یعنی همون مردن، جدا نمیشه چون مفعولی وجود نداره، اینترانزیتیوه، احتیاج به مفعول نداریم. پس یه چیز مثل دای که پاس اوی احتیاج به، یعنی جداش پذیر نیست، inseparable هست. پس اونهایی که intransitive هن inseparable هن، non-separable هن، جدا نمیشن. این یه مورد.